نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به فوتبال، مردم همیشه سرفراز کشور عزیزمون. خیلی خوشحالم که از ورزشگاه نقش جهان اصفهان با گزارش بازی سپاهان و مثل رفسنجان از هفته 12 لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج همیشگی فارس در خدمتتون هستم. میتونم عرض کنم الان دیگه بزرگتر سپاهانیاست و فوق‌العاده کار میکنه. زکی پور یه پاس به جلوی عالی و موقعیتی که از دست میره اونجا، یه اشاره فقط کافی بود. حالا کاوه در واقع اعتقاد داره که کرنر بعد گرفته میشده، یه نوک پا میخواست با این پاس به جلوی عالی زکی پور. شکاری توپ زیر پاشه، یه بازیکن در مقابلش شکاری، یه پاس به جلو، موقعیت دیگه برای سپاهان، بازم عیسی توپو نتونست گلش کنه. شدیداً دلش میخواد امروز گل بزنه عیسی آل کسی تو خودش ثابت کنه به جوزه مورایس. ببینیم اینجا با چه اختلاف کمی از بالای دروازه توپ بیرون رفت. بلند با میفرسته روی دروازه، همچنان موقعیت برای سپاهان میتونه بچرخه اونجا. عیسی آل کسی چه توپی رو اونجا دفع کنه، اون مدافعی که تکل رو بسته بود. یه بار دیگه زکی پور و باز همین توپ تو چارچوب نمیره. جلال علی محمدی اثر رو توپ گذاشت در میانه راه، دوباره شکاری پشت محوطه جریمه فرشاد احمدزاده، خطا رو نگرفته پنالتی رو. چه هرسی دارن میخوان سپاهانی ها. ببینیم مثل دیروز میرن با گوشی مثل وی ای آر چک کنن صحنه رو یا نه. بازی نفت آبادان و آلومینیوم این کار کردن دیروز، فرشاد داره هرس میخوره. یه لحظه اشتباه اونجا از بازیکن سپاهان در اون محوطه جریمه. وای 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 چه صحنه خطرناکی بود، چه اشتباهی کردن قربانی. اونجا فکر کنم اشتباه کرد کی بود، حالا صحنه رو خواهیم دید. من یه لحظه داشتم آمار نگاه می‌کردم، نگاه کنیم اینجا. آره قربانی تو یه لحظه از اختیارش در اومد، شیمبا گرفت پاس درون برای شهباز زاده، داشتن میرفتن به سمت پرواز با ضربه شهباز ولی این اتفاق رخ نداد، رد کرد پیامو ولی ضربش به بیرون رفت. خیلی موقعیت خطرناکی بود. سوت پایان بازی در نیمه اول هم به صدا در میاد، درست گل ندیدیم ولی یه بازی هیجانی و فوق العاده پر موقعیت و جذاب از سمت هر دو تیم دیدیم که این بازی رو از اون شبکه میبینن. کورنر برای سپاهان، فرشاد احمدزاده بلند میفرسته روی دروازه و توپ از سقف دروازه مثل رفسنجان راهی اوت شد. رامین رضاییان همه نگاه ها به اوست، هم در ورزشگاه هم پای گیرنده ها. رامین رضاییان ضربه رو میزنه توی دروازه، گل برای سپاهان. اجازه بدید بگم رامین رضاییان، بگم کریستیانو رضاییان، فوق العاده است این پسر. گل برای سپاهان زده میشه، بعد اینکه چی از این بهتر. سپاهان 1-0 گودال مرگ حالا منفجر میشه. به چیزی که استحقاقشو داشتن رسیدن سپاهانی ها و کسی براشون گل میزنه که این روزها بیش از هر بازیکنی در دلشون قرار داره. ببینیم این هواداره سپاهانو با اون پرچم زیبای طلایی رنگ دارن لذت میبرن از سبک بازی تیمشون. ضربه دیدنی رامین رضاییان، کاری نمیتونست بکنه نوشی صوفیانی. خیلی خوشگل زد رامین، ببینیم با هم به این شکل. شدیداً در ورزشگاه نقش جهان مورد تشویق هم قرار میگیره شماره 9 دوست داشتنی سپاهانی ها. چقدر خوشحال از این گلش. دوباره خود کاوه از سمت راست میفرسته توپ روی دروازه، اینم گل دوم، اینم گل دوم و رضا شکاری دروازه رو باز میکنه. رفت تو بغل کاوه رضایی و ازش تشکر کنه به خاطر این پاس گل فوق العاده‌اش، پاس به جلوی عالی کاوه رضایی. حالا سپاهان 2-0 جلو میفته، خیالش تا حدودی راحت میشه. جشن گل دوم در گودال مرگ توسط هوادارا به پا شد.
به خاطر این صحنه پاس به جلوی عالی کاوه رضایی و یه اثر ریز رو توپ گذاشت. شکاری بعد از اون عمل جراحی برگشته به ترکیب سپاهان، مؤثر داره بازی میکنه. رضا اسدی با سینه برای فرشاد، رامین رضاییان یه استارت زده دقیقه 65 هنوز انرژی خاص خودشو داره. رامین رضاییان، علی عدنان براش مزاحمت ایجاد میکنه توی دروازه. شهریار مغانلو، زلاتان سپاهانی ها گل سوم میزنه. 3-0 میشه حساب کار. تعویض طلایی جوزه مورایس جواب میده. آتش بازی طوفان زد در گودال مرگ ادامه داره و این بار شهریار تو این بازی نامش ثبت میشه به عنوان گلزن، صحیح میشه تو لیست گلزنی سپاهانی ها. داوود نوشی سوفیانی اونجا ناراحت و مغمومه. ببینیم اینجا پاس اسدی خیلی خوشگل، دروازه خالی، راحت ترین کار ممکنو شهریار مغانلو انجام میده. حالا شهریار مغانلو چهارمین گلش رو توی 7 بازی به ثمر میرسونه. حسین مهربان یه پاس عالی آذرباد، ببینیم زهرش رو میریزه یا نه. نه، توپ از بالای دروازه بیرون رفت. محسن آذرباد با تجربه، ببینیم چهرش رو در تصویر. اسدی یه پاس در نوع دیگه آفساید اصلا در کار نیست. حالا آریا یوسفی در اون محوطه جریمه، پاس رو ببینید و گل چهارم. گل چهارم با طعم مسئولیت برای بازیکن سپاهان اتفاق میفته. امیدوارم مشکل خاصی نداشته باشه اونجا بازیکنی که گل زد. فکر کنم شهریار مغانلوه. اون قصد اسدی، حرکت فوق‌العاده آریا یوسفی، یکی از بازیکنان تاثیرگذار آکادمی. پاس ارزی رو ببینید چقدر قشنگ فرستاد. شاید هر بازیکن دیگه بود خودخواهانه ضربه به سمت دروازه خودش میزد، ولی پاس گل دادن هم بعضی وقتا طعم شیرینی داره.